میثاق با امام به این مکان مقدس تشریف آوردن. سید احمد مصطفوی در 24 اسفند 1324 هجری خورشیدی در شهر قم به دنیا آمد. او پس از دوره ابتدایی ادامه تحصیل در علوم جدیده را برگزید. او به ورزش فوتبال روی آورد و همزمان با تحصیل عضو تیم فوتبال قم شد و مدتی نیز کاپیتان این تیم بود. او پس از گرفتن دیپلم در رشته علوم طبیعی به تحصیل علوم دینی روی آورد. البته پیش از آن تو هم با تحصیل علوم جدید نیز به فراگیری مقدمات علوم حوزوی پرداختی. دو دوره مقدماتی و سطح حوزه علمیه را طی کرد و همزمان با تحصیل به تدریس سطوح قبلی نیز اشتغال داشت و پس از آن دروس خارج فقه و اصول را فرا گرفت. در پی تعبید روح الله خمینی از نجف به پاریس، احمد همراه پدرش روح الله خمینی در وصیت‌نامه خیش تصریح کرده که مشاور آن سفر احمد است. سید احمد به همراه پدرش در مهر ماه 1357 بغداد را به قصد پاریس ترک کرد. سید احمد خمینی در پاریس علاوه بر برنامه ریزی برای تنظیم امور بیت و دفتر خمینی در نوفل لوشاتو و برگزاری مصاحبه‌های مطبوعاتی و ترجمه مصاحبه ها و پیام های او و جلوگیری از تحریف آنها عهده‌دار برقراری ارتباط های گسترده و لازم بین گروه های مختلف با روح الله خمینی بود. در روز 12 بهمن سال 1357 هجری شمسی همراه با روح الله خمینی و در پرواز انقلاب به تهران بازگشت و در مدرسه علوی و رفاه تهران مستقر گردید. در اسفند همان سال به همراه پدرش عازم قم گردید. سید احمد خمینی در تاریخ 10 اسفند 1357 همراه با پدرش عازم قم گردید و وسایل و زمینه‌های لازم برای هدایت امور انقلاب و تنظیم امور بیت و دفتر روح الله خمینی و تامین شرایط برای ارتباط‌های گسترده با مردم و مسئولان که روزانه در نوبت‌های متوالی به دیدار روح الله خمینی در قم می‌رفتند فراهم بود. او مسئول انتقال دستورهای پدرش به مراکز زیربط بود. در شب نخست عملیات خرابسازی آرامگاه شاه، احمد خمینی فرزند رهبر انقلاب اسلامی ایران به آرامگاه رضا شاه آمد و خلخالی این سرزدن را به عنوان نشانی از موافقت رهبر جمهوری اسلامی دانست. کار تخریب آرامگاه نزدیک 20 روز ادامه یافت و از دینامیت و جرثقیل هم در این کار بهره برداری شد. این کار با استلام از شخص خمینی انجام شد. سید احمد خمینی بعد از مدتی از مخالفان شدید مجاهدین شد و بعد از حوادث سال 60 در برابر این گروه قرار می گیرد. حسین علی منتظری نیز در دیدارش با هیئت مرگ از نقش سید احمد خمینی در این ماجرا می گوید. منتظری میگوید که هیئت مرگ به جای انتقال پیام وی به خمینی موضوع را به احمد خمینی گفته و او در پاسخ گفته توجه نکنید و به کارتان ادامه دهید. وی پس از مرگ روح الله خمینی فاقد قدرت سابق بوده و با وجود انتصاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس حکم سید علی خامنه‌ای دیگران نفوذ سابق را نداشت. عضویتش در نهادهای مذکور تا زمان مرگش ادامه داشت. او همچنین عضو هیئت امنای مرکزی کمیته امداد امام خمینی بود. او در همین زمان متنی بلند به نام رنجنامه در مورد عزل حسین علی منتظری از قائم مقامی رهبری منتشر کرد. احمد خمینی در دومین دوره مجلس خبرگان رهبری نمایندگی استان تهران را بر عهده داشت. در صبح 21 اسفند 1373 خبر بستری شدن سید احمد خمینی منتشر شد. گزارش های بعدی حاکی از آن بود که عارضه قلبی و تنفسی ناگهانی در حالت خواب سبب ایست کامل قلب و تنفس او برای لحظاتی شد و همین امر موجب بروز سکته مغزی شده است. پس از 5 روز تلاش تیم پزشکی نتیجه نداد و خمینی در شامگاه 25 اسفند 1373 درگذشت. نظر شما راجع به سید احمد خمینی چیه؟